با سپاس و خوش آمدگویی به شما آقای اسماعیلیون به سیدنی و ضمن سپاس از شما سمیه عزیز از اینکه اعلام کردید که به هر حال در خونه متاسفانه در خونه شما را هم زد. من در ادامه صحبت دوستمون خواستم بگم که بذار سوالمو در بیارم که نخوام سخنرانی کنم. در ابتدا خواستم ببینم شما در این دادخواهی دنبال چه چیزی هستید؟ میگید عدالت، عدالت تو چه چارچوبی؟ کجای این مسئله؟ و در رابطه با دادخواهی الان من میبینم شما به عنوان آبان هواپیمایی نشستی، با وجود اینکه از عدالت صحبت میکنید صندلی دهه 60 خالیه و شما به عنوان دادخواه فکر میکنم حداقل وظیفتون بود بگید یک صندلی خالی به یاد عزیزان دهه 60 بذارید، ولی اصلا صحبتی از اونا نیست. مورد دیگری که خواستم بگم رابطه دادخواهی رو با جنایات دهه 60 یا دهه های 70 80 90 ما یک دهه نداشتیم، رابطه اینها رو با تا به امروز در چگونه تفسیر میکنید؟ چگونه تحلیل میکنید؟ سپاس از صندلی خالی که گرفتید. من خواستم سوال شما رو بدم. اولا که من فکر کنم ما از همون اوایل گفتیم که جنایت پرواز PS752 رو حلقه ای از زنجیرهای جمهوری اسلامی میدونیم، یعنی هیچ تفاوتی بین آدم ها نیست و فقط نوع جنایتی که جمهوری اسلامی مرتکب شده متفاوته و تک تک همونطور که عرض کردم خدمتتون، تک تک آدم هایی که جونشون رو از دست دادن یک عکس نبودن، یک عدد نبودن و خانواده های بسیاری آسیب دیدن برای سالها. و جنبش دادخواهی هم در واقع در ایران اگه بعد از انقلاب بخوایم اشاره بکنیم بس مادران خاوران آغاز میشه و ادامه پیدا میکنه و متاسفانه پرونده پرواز PS752 آخری نبود و همچنان ادامه داره. اما در مورد اینکه دادخواهی ما به چه شکل داره پیش میره، من در بورد بین‌المللیش رو میتونم به شما بگم که در جولای سال گذشته که این پرونده ثبت شده یک شکوایه 15 صفحه‌ای وجود داره که حالا به زبان انگلیسی است، ولی خب بخوام خلاصه خیلی مختصری رو بگم، خواسته ها در واقع لیست شده ولی اسم علی خامنه‌ای در این شکوایه هست، اسم امیرعلی حاجی‌زاده در این شکوایه دوبار اومده، اسم حسین سلامی در این شکوایه اومده و اول از همه ریز دقیق وقایعی که اتفاق افتاده خواسته شده. در این شکوایه از استرداد در واقع سخن گفته شده. این باز من میخوام ارجاع بدم به پرونده لاکربی و قذافی که نهایتا مجبور شد دو نفر از در واقع مزدورانش رو به کشورهای دیگه مسترد بکنه برای دادگاه. این بعد بین‌المللی همونطور که سرانجام گفتن کاملا هنوز مشخص نیست چه اتفاق بیفته، تا چه حد میشه به جمهوری اسلامی فشار بیارن و تا چه حد بتونن در این خواسته ها موفق باشن. حالا گاهی اوقات هم کلمه غرامت در واقع شنیده میشه، من اینم میخواستم خیلی روشن بگم که اکثریت خانواده های پرواز به در واقع غرامت بی‌شرمانه‌ای که جمهوری اسلامی اصلا اومده تعیین کرده و اصلا این اصلا حاضر نیستن در این مورد حرف بزنن. به هر حال در این شکوایه بعد از حقیقت بعد از عدالت گفتن که خب در واقع جمهوری اسلامی باید موظف پرداخت غرامت هم هست، ولی ما روشن کردیم برای دولت‌ها که خواسته ما حقیقت و عدالت هست و بعد در نهایت باید در مورد این مسئله صحبت بکنیم. یک چیزی هم که باز بگم، ببینید در تمام این سالا جمهوری اسلامی سعی کرده مذاکره بکنه، یه پیچیدگی عجیبی وجود داشته در دیپلماسی، در حقوق بین الملل که ما هم که هیچ کدوم نه وکیل بودیم نه در واقع دیپلمات بودیم، ما با یه فضای جدیدی مواجه شدیم که
باید همه اینها رو در واقع دولت‌ها رو هول می‌دادیم به این سمت برن. شما همین پرونده‌ای که باید به لایحه می‌رفت سه مرحله داشت: مرحله مذاکره، مرحله حل اختلاف و بعد شکایت. و خب دولت‌ها در مرحله مذاکره گیر کرده بودن و ما حرف اصلیمون این بود که عدالت اصلا قابل مذاکره نیست، عدالت اصلا برای مذاکره نیست، عدالت در دادگاه مشخص میشه. خب بعد از دو سال، بعد از اقدارهای متعدد به جمهوری اسلامی که بیا بنشین مثلا واقعیت رو بگو، اونها اصلا دولت کانادا رو به رسمیت نمیشناختن، دولت انگلستان رو به رسمیت نمیشناختن، میگفتن که هیچ کانادایی در این پرواز نبوده. در همون روزهایی که ما در ایران بودیم، فکر می‌کنم نزدیک به 20 نفر از جانباختگان پرواز در خارج از ایران به خاک سپرده شدن. جمهوری اسلامی سنگ مینداخت، می‌خواست همه رو در ایران به خاک بسپارند برای اینکه بتونه از این به عنوان یک ابزار استفاده بکنه که ایرانیانی بودن کشتیم. و گفتن رسما به خانواده‌ها توی دادگاه قضایی که برگزار کردن، گفتن کشتیم، خوب کردیم کشتیم. و ولی خب همین تو همین ایسوبیسی که این پرونده داشت جلو میرفته با به حل اختلاف هم حتی میرسه، باز جمهوری اسلامی یک ماه قبل از ثبت پرونده در دیوان بین المللی دادگستری این دفعه یک قدم عقب نشینی میکنه، میگه بیاین حالا با چهار تا کشور میشینم مذاکره میکنم. و خب حالا فشارهای خانواده ها که نه مذاکره نخواهد بود، همین شش ماه پیش دوباره اومدن و پیشنهاد کردن که بیایم مذاکره بکنیم و موضع ما کاملا مشخصه. حضور خانواده ها بسیار مهمه، برای اینکه اگر که قدمی پا پس بگذارند و از این اصولی که دارن مثل نه گفتن به مذاکره، نه به غرامت عقب نشینی بکنن، معلوم نیست چه اتفاقی میفته. مرسی آمه جان. من فقط اینجا اشاره کنم که کجایی اگر بوده از ما برگزار کننده ها بوده و درد هر خانواده ایرانی، درد تک تک ماست و ما حتما سعی کنیم در برنامه آینده هم برگزار کنیم. خیلی ممنون. لطف دارید. سپاس.